درود دوستان و همراهان گرامی، به کانال آوای مینا خوش آمدید. داستانی زیبا از بخشندگی کوروش کبیر. روزی که کوروش وارد شهر سور شد، یکی از برجسته‌ترین کمانداران سرزمین فینیقیه که سور از شهرهای آن بود، تصمیم گرفت که کوروش را به قتل برساند. آن مرد به اسم ارتب خوانده می شد و برادرش در یکی از جنگ ها به دست سربازان کوروش به قتل رسیده بود. کوروش در آن روز به طور رسمی وارد سور شده بود و پیشاپیش او به رسم آن زمان عرابه آفتاب را به حرکت در می آوردند و عرابه آفتاب حامل شکل خورشید بود و 16 اسب سفید رنگ که 4 به 4 به عرابه بسته بودند آن را می کشید و مردم از تماشای زینت اسبها سیر نمی شدند. هیچ کس سوار عرابه آفتاب نمی شد و حتی خود کوروش هم قدم در عرابه نمی گذاشت و بعد از عرابه آفتاب کوروش سوار بر اسب می آمد. از آنجا که پادشاه ایران ریش بلند داشت و در اعیاد و روزهای مراسم رسمی موی ریش و سرش را مجعد می کردند و با جواهر می آراستند، کوروش به طوری که افلاطون و هرودوت و گزنفون و دیگران نوشتند علاقه به تجمل نداشت و در زندگی خصوصی از تجمل پرهیز می کرد، ولی می دانست که در تشریفات رسمی باید تجمل داشته باشد تا اینکه آن دست از مردم که دارای قوه فهم زیاد نیستند تحت تأثیر تجمل وی قرار بگیرند. در آن روز کوروش از جواهر می درخشید و اسبش هم روپوش مرصع داشت و به سوی معبد بل خدای بزرگ سور می رفت. و رسم کوروش این بود که هر زمان به طور رسمی وارد یکی از شهرهای امپراتوری ایران که سکنه آن بت‌پرست بودن می گردید، اول به معبد خدای بزرگ آن شهر می رفت تا اینکه سکنه محلی بدانند که وی کیش و آیین آنها را محترم می شمارد. در حالی که کوروش سوار بر اسب به سوی معبد می رفت، ارتب تیرانداز برجسته فنیقی وسط شاخه‌های انبوه یک درخت انتظار نزدیک شدن کوروش را می کشید. در سور مردم می دانستند که تیر ارتب خطا نمی کند و نیروی مچ و بازوی او هنگام کشیدن زه کمان به قدری زیاد است که وقتی تیر رها شد از فاصله نزدیک تا انتهای پیکان در بدن فرو می رود. در آن روز ارتب یک تیر سه شعبه را که دارای سه پیکان بود بر کمان نهاده انتظار نزدیک شدن مؤسس سلسله هخامنشی را می کشید و همین که کوروش نزدیک گردید گلوی او را هدف ساخت و زه کمان را بعد از کشیدن رها کرد. صدای رها شدن زه به گوش همه رسید و تمام سرها متوجه درختی شد که ارتب روی یکی از شاخه های آن نشسته بود. در همان لحظه که صدای رها شدن تیر در فضا پیچید، اسب کوروش سر سم رفت. اگر اسب در همان لحظه سر سم نمی رفت، تیر سه شعبه به گلوی کوروش اصابت می کرد و او را به قتل می رسانید. کوروش بر اثر سر سم رفتن اسب پیاده شد و افراد گارد جاوید که عقب او بودند وی را احاطه کردند و سینه های خیش را سپر نمودند که مبادا تیر دیگر به سویش پرتاب شود. چون بر اثر شنیدن صدای زه و صفیر عبور تیر فهمیدند که نسبت به کوروش سوء قصد شده است و بعد از اینکه وی را سالم دیدند خوشبخت گردیدند، زیرا تصور می نمودند که کوروش به علت آنکه تیر خورده به زمین افتاده است. در حالی که عده‌ای از افراد گارد جاوید کوروش را احاطه کردند، عده‌ای دیگر از آنها درخت را احاطه کردند و ارتب را از آن فرود آوردند و دستهایش را بستند. کوروش بعد از اینکه از اسم و رسم سوء قصد کننده مطلع گردید، گفت که او را نگاه دارند تا اینکه بعد مجازاتش را تعیین نماید و اسب خود را که سبب نجاتش از مرگ شده بود مورد نوازش قرار داد و سوار شد و راه معبد را پیش گرفت. و در آن معبد که عمارتی عظیم و دارای 7 طبقه بود، مقابل مجسمه بل به احترام ایستاد. کوروش بعد از مراجعت از معبد امر کرد که ارتب را نزد او بیاورند و از وی پرسید برای چه به طرف من تیر انداختی و می‌خواستی مرا به قتل برسانی؟ ارتب جواب داد ای پادشاه،
چون سربازان تو برادر مرا کشتند، من میخواستم انتقام خون برادرم را بگیرم و یقین داشتم که تو را خواهم کشت، زیرا تیر من خطا نمی کند و من یک تیر سه‌شعبه را به سوی تو رها کردم. ولی همین که تیر من از کمان جدا شد، اسب تو به رو در آمد و اینک می دانم که تو مورد حمایت خدای بل و سایر خدایان هستی. و اگر می دانستم تو از طرف بل و خدایان دیگر مورد حمایت قرار گرفته ای، نسبت به تو سوء قصد نمی کردم و به طرف تو تیر پرتاب نمی نمودم. کوروش گفت: در قانون نوشته شده که اگر کسی سوء قصد کند و سوء قصد کننده به مقصود نرسد، دستی که با آن می‌خواست سوء قصد نماید باید مقتوع گردد. اما من فکر می‌کنم که هنگامی که به طرف من تیر انداختی، با هر دو دست مبادرت به سوء قصد کردی و با یک دست کمان را نگاه داشتی و با دست دیگر زه را کشیدی. ارتب گفت: همینطور است. کوروش گفت: هر دو دست در سوء قصد گناهکار است و من اگر بخواهم تو را مجازات نمایم، باید دستور بدهم که دو دستت را قطع نمایند. ولی اگر دو دستت قطع شود، دیگر نخواهی توانست نان خود را تحصیل نمایی. این است که من از مجازات تو صرف نظر می کنم. ارتب که نمی توانست باور کند پادشاه ایران از مجازاتش گذشته، گفت: ای پادشاه، آیا مرا به قتل نخواهی رساند؟ کوروش گفت: نه. ارتب گفت: ای پادشاه، آیا تو دستهای مرا نخواهی برید؟ کوروش گفت: نه. ارتب گفت: من شنیده بودم که تو هیچ جنایت را بدون مجازات نمیگذاری و اگر یکی از اتباع تو را به قتل برسانند، به طور حتم قاتل را خواهی کشت و اگر او را مجروح نمایند، ضارب را به قصاص خواهی رسانید. کوروش گفت: همین طور است. ارتب پرسید: پس چرا از مجازات من صرف نظر کرده ای؟ در صورتی که من میخواستم خودت را به قتل برسانم. پادشاه ایران گفت: برای اینکه من میتوانم از حق خود صرف نظر کنم، ولی نمیتوانم از حق یکی از اتباع خود صرف نظر نمایم، چون در آن صورت مردی ستمگر خواهم شد. ارتب گفت: به راستی که بزرگی و پادشاهی به تو برازنده است و من از امروز به بعد آرزویی ندارم جز این که به تو خدمت کنم و بتوانم به وسیله خدمات خود واقعی امروز را جبران نمایم. کوروش گفت: من میگویم تو را وارد خدمت کنند. از آن روز به بعد ارتب در سفر و حضر پیوسته با کوروش بود و میخواست که فرصتی به دست آورد و جان خود را در راه کوروش فدا نماید، ولی آن را به دست نمی آورد. در آخرین جنگ کوروش که جنگ او با قبایل مسقنت بود، نیز ارتب حضور داشت و کنار کوروش می جنگید و بعد از آنکه مؤسس سلسله هخامنشی کوروش بزرگ به قتل رسید، ارتب بود که با ابراز شهامت زیاد جسد کوروش را از میدان جنگ به در برد و اگر دلیری او به کار نمی افتاد، شاید جسد مؤسس سلسله هخامنشی از مسقنت خارج نمی شد و آنها نسبت به آن جسد بی احترامی می کردند. ولی ارتب جسد را از میدان جنگ به در برد و با جنازه کوروش به پاسارگاد رفت و روزی که جسد کوروش در قبرستان گذاشته شد، کنار قبر با کارد از بالای سینه تا زیر شکم خود را شکافت و افتاد و قبل از اینکه جان بسپارد گفت: بعد از کوروش زندگی برای من ارزش ندارد. کوروش بزرگ یا کوروش کبیر نخستین پادشاه و بنیانگذار دودمان هخامنشی است. شاه پارسی پادشاهی انسان دوست بود و صفات و خدمات او بخشندگی، بنیانگذاری حقوق بشر، پایه‌گذاری نخستین امپراتوری چند ملیتی و بزرگ جهان، آزاد کردن برده‌ها و بندیان، احترام به دین‌ها و کیش‌های گوناگون، گسترش تمدن و غیره شناخته شده است. دوستان عزیز، از اینکه تا انتهای این داستان همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفاً با لایک و نظرات زیباتون از ما حمایت کنید. خوشحال میشیم ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. ایام بکام.